این جلسه قراره با هم آموزش آهنگ ای ساربان امو حسین نامجو رو داشته باشیم. به نام خدا، محمد سنگسفیدی هستم و تو این جلسه قراره که با هم آهنگ محسن نامجو ای ساربان رو با هم آموزش ببینیم. قبل هر چیزی اون دوستانی که اولین بار دارن ویدیوهای من رو نگاه میکنن، این چنل در ارتباط با آموزش تنبک به زبان ساده است. اگه فکر میکنی چنل به دردت میخوره، چنل رو سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو فشار بده تا هر موقع من ویدیو جدید آپلود میکنم نوتیف اون رو دریافت کنی. بلافاصله میریم سراغ آموزش. ریتم آهنگ ای ساربان محسن نامجو یه ریتم 6 و 8 سنگینه. خب پس ریتمایی که تو ذهنمون میاد چیه؟ یه ریتم پایه‌ای که دفعه قبل تو آموزش داده بودن چی بود؟ این یه ریتم 6 و 8 سنگینه، ولی الان دیگه میخوام باهاتون همراه با ریز آموزش بدم و اینم بگم که نگران نباشید، اون دوستانی هم که ریز رو هنوز یاد نگرفتن ساده شده شو بهتون میگم که چی کار بکنی که نزدیک به ریز پر باشه. اولین قالب ریتمیکی که ما داریم به این شکله: توم. اینجا ریزه، ولی اون دوستانی که نمیتونن ریز رو اجرا کنن 4 تا 8 ریز و 7 ریز بزنن توی زمان یک شماره نوت چنگ. 1 2 3 و 4 5 6. توم ریز بک دو توم دو سه. 1 2 3 و 4 5 6. 1 2 3 و 4 5 6. پس اون دوستانی که هنوز ریز پر رو بلد نیستن 4 تا 8 ریز و 7 ریز اجرا کنن. اول اجرا هم که دیدید با نوت زینته، ولی اون دوستانی هم که هنوز نوت زینت رو بلد نیستن، زینت راست چپ رو بلد نیستن، میتونن صرفا زینت چپ اجرا کنن، یعنی یه 7 ریز رو بچسبونن به نوت اصلی. ولی اگر که هنوز اونم بلد نیستید، خالی خالی هم بزنید، هیچ اشکالی نداره. اینا اسمش روش زینته، فقط زیبایی کار رو بیشتر میکنه، ولی ریتم ما رو از ریتم اصلی عقب نمیندازه. دقیقا همون ریتم، صرفا یه سری آرایش های روش اضافه شده با نوت زینت. پس قالب ریتمی که اول یه بار دیگه میزنم، قالب ریتمی که بعدی به این شکله: 1 2 3 و 4 و 5 6. شماره 6 همون سکوته، یا با دیگر روی نوت میزنم: 1 2 3 و 4 و 5 6. شماره 6 سکوت نوت چنگه. اینم بگم علامت ریز 2 یا 3 تا خط مورب، حالا بستگی به نوتش هم داره، روی خود نوت قرار داره، ولی خب متاسفانه من نتونستم اون علامت رو روی این برنامه پیاده بکنم، به خاطر همین بدون اون خطای مورب گذاشتم، ولی در جریان باشید که این علامت ریز پره. یک دو سه و چار و پنج شیش. اگه نمیتونید همراه با شماره این ریزه رو اوکی بکنید، اون دوستانی که هنوز ریزو بلد نیستن، اون شماره 2 رو هم نصف بکنید، توی هر نصفش 2 تا 8 ریز و 7 ریز بزنید. یعنی چی بشه؟ 1 2 و 3 و 4 و 5 6. 1 2 و 3 و 4 و 5 6. اینو باید به مرور زمان سرعتش رو ببرید بالا. 1 2 و 3 و 4 و 5 6. 1 2 و 3 و 4 و 5 6. توی هر نصفش دارم 2 تا 8 ریز و 7 ریز اجرا میکنم. اینم بگم سیستمی که الان آوردم برای نوت نگاری سیستم 3 خطه است. من قبلا سیستم 3 خطه رو بهتون آموزش دادم داخل یک ویدیو و گفتم که خیلی فرق خاصی با تک خط حامل نداره، ولی باز هم اون دوستانی که هنوز بلد نیستن سیستم 3 خطه به چه شکله، حتما برن اون ویدیو رو نگاه بکنن تا به این نوتایی که من نوشتم عادت بکنن و بتونن نوت‌ها رو اجرا بکنن. بریم سراغ قالب ریتمیک بعدی. قالب ریتمیک بعدی رو دقت بکنید، نوتش اومده بالای صفحه. 1 و 2 3 و 4 5 6. خیلی فرق آنچنانی نداره، صرفا شماره 1 مون اومدیم نصف کردیم.
یک و دو سه و چهار پنج شیش. اون دوستانی که نمیتونن ریز بزنن گفتم شماره ای که روش نوت ریز وجود داره رو نصف بکنید. یک و دو و سه و چهار پنج شیش. یه بار دیگه آروم تر اجرا میکنم. یک و دو و سه و چهار پنج شیش. یک و دو و سه و چهار پنج شیش. این میشه قالب ریتمیک بعدیمو. خیلی فقان چنانی نداره میگم، چون که ریتم 6 و 8 سنگینه، ما خیلی هم نباید این ریتما رو جابجا بکنیم، نمیدونم حرکات اضافه بیاریم، چون که دلنشین نمیشه وقتی که میخوایم با آهنگ بزنیم و باید یک چیز ثابتی توی کل ریتمامون باشه، توی قالب ریتمیکمون. کل قالب ریتمیکمون این ریتم پایه توشه، باید همچین چیزی شنیده بشه به گوش که احساس غریبی نکنه شنونده. میریم سراغ قالب ریتمیک بعدی. قبل اینکه بریم سراغ قالب ریتمیک بعدی، ممنون میشم تا اینجای کار ویدیو رو لایک کنید و نظرتون داخل کامنت ها به من بگید. خیلی ممنون میشم ازتون. قالب ریتمیک بعدی به این شکله: یک دو سه و چهار و پنج شیش. و آروم تر اجرا میکنم. اون ستا اولش که مثل ستا قبلیه، یک دو سه و، پس تا اینجای کار ما مشکل نداریم. اصل کاری اون ستای بعدیه، چار و پنج و شیش. چار و پنج و شیش. و اون دوستانی که نمیتونن ریز و اجرا کنن نصف کنن، اینم اون صحبت قبلی، توی هر نصف دو تا هشت ریز و هفت ریز اجرا بکنن. یک و دو و سه و، یا چار و پنج و شیش، و این ستای آخرشه. چار و پنج و شیش و، کلش میشه یک دو سه چار پنج شیش. یک دو سه و چار و پنج شیش و، یک دو سه و چار و پنج شیش و. یه بار کلشو با سرعت عادی اجرا میکنم. بریم سراغ قالب ریتمیک بعدی. توی قالب ریتمیک بعدی دقت کنید، من توی شماره پنجم اگه دقت کنید یه بک و دو آوردم، اونم ریز بک دوه. خب ولی خب همون مشکلی که گفتم، نمیتونستن خط مورب و متاسفانه بذارن، اجازه نمیداد روی نوت ها علامت بذارن، به خاطر همین نتونستم اون علامت رو جایگذاری کنم. ولی شما در جریان باشید که اون علامت، منظورم ریز بک دو شماره پنجو میگم. سه تا شماره اول که این همون قبلی، یک دو سه و، یک دو سه و، یک دو سه و، توم ریز بک دو، این کلش میشه یک دو سه و چهار پنج شیش. و اون دوستانی که نمیتونن ریز پرو اجرا کنن، حالا فرق نمیکنه چه ریز پرو چه ریز پلنگ، شماره رو نصف بکنی، یعنی بشه یک دو و سه و چهار پنج و شیش و پنج. و توی ریز بک دو هم همینطور، شما توی هر نصف دو تا نوت اجرا کنید، بک و دو، یک دو سه و چهار پنج شیش و، یک دو سه و چهار پنج شیش و. اگه اینو خوب خوب یاد گرفتید، بریم سراغ قالب ریتمیک بعدی. قالب ریتمیک بعدی سه تا شماره چنگ اولمون به صورت دولا چنگه، یعنی 6 تا نوت دولا چنگ. دقت کنید، اون دوستانی که هنوز نحوه شمارش رو بلد نیستن و هنوز رابطه بین نوت ها رو نمیدونن که به چه شکله، حتما برید جلسه درک ریتم یا ریتمخوانی رو نگاه بکنید، تا نه فقط برای این درس بلکه برای درس های بعدی که با هم داریم و خواهیم داشت مشکلی نداشته باشید. اجرا می کنم. یک و دو و سه و، این 6 تا دولا چنگ اولی، یک و دو و سه و. ولی دقت بکنید، میخوایم آکسان یا علامت اکسنت رو بیایم بذاریم روی نوت پلنگمون. آکسان یا اکسنت یعنی این که من یک نوتی رو نسبت به بقیه محکمتر یا قویتر اجرا بکنم، یعنی بشه میبینی صدای پلنگ چقدر زیاده، پلنگ اولیه، یعنی میشه چهارمین دولا چنگ.
4 و 5 و 6 عین دفعات قبلی. قبلا توی 3 تا شماره اول می اومد، حالا توی 3 تا شماره آخر اومده، شماره 4 و 5 و 6 شده. خب پس کل همین قالب ریتمیک میشه. بریم سراغ قالب ریتمیک بعدی. اگه ویدیو رو هنوزم لایک نکردید ممنون میشم لایک رو بکوبید تا ویدیو من به افراد بیشتری نشون داده بشه، خیلی ممنون. قالب ریتمیک بعدی هم همینطور، باز توی 3 تا شماره چنگ اولی من 6 تا دولا چنگ آوردم که به این شکل میشه: بک، هفت، توم، توم، دو، بک. توی سیستم سه خط نوت بدون علامت نوت تومه. بازم تاکید میکنم اون دوستانی که هنوز سیستم سه خط رو بلد نیستن برن و اون ویدیوی من رو نگاه بکنن تا کامل با این سیستم آشنایی پیدا کنن. آروم تر میریم. یک و دو و سه و چهار، پنج و شش و یک و دو و سه و چهار، پنج و شش و اون دوستانی هم که ریز پر رو میتونن که همجی قشنگ پر اجرا بکنید، ولی بازم میگم اون دوستانی که میخوان ریز پر رو به صورت کامل یاد بگیرن و حرفه‌ای ریز پر اجرا بکنن نگران نباشید، چون من داخل یک پلیلیست اومدم به صورت کامل ریز پر رو بهتون آموزش دادم، طوری که اصلا مولا درزش نمیره و همه شما میتونید ریز پر رو اجرا کنید. پلیلیست 0 تا 100 ریز پر در تنبک نوازی رو حتما نگاه کنید. این قالب ریتمیکش به این شکل میشه. بریم سراغ قالب ریتمیک بعدی. دقت کنید دیگه اصلا بدون مقدمه اجراش کردم. چرا؟ چون که صرفا اومده همون سه تا شماره اولی که بود دو بار تکرار شده، یک دو سه و چهار پنج شش و، یعنی هم توی ستای اول هم توی ستای دوم اومده همون قالب ریتمیکه رو اجرا کرده، توم ریز بک دو، توم ریز بک دو، هیچ تفاوت خاصی هم نداره، هر ستاش همون تکرار شده، یک دو و سه و یک دو و سه و یک دو و سه و چهار پنج و شش و. اون دوستانی که نمیتونن ریز پر اجرا کنن. بریم سراغ قالب ریتمیک آخر. توی قالب ریتمیک آخر توی شماره 5 و 6 مون اومده یه نوت سیاه گذاشته که کلن دیگه ما باید ریز پر اجرا بکنیم. ستای اولش هم که همون داستان قبلی، یک دو سه و توم ریز بک دو، و توی ستای آخر 4 5 6 4 5 6 4 5 6. خب یک دو سه و چهار پنج شش، یک دو سه و چهار پنج و شش و، توی هر نصف دوتا اجرا کنید، یک دو سه و چهار پنج و شش و، یک دو سه و چهار پنج و شش و، یک دو و سه و چهار پنج و شش و. بریم سراغ اجرای کامل آهنگ. قبل هر چیزی بهتون بگم که من نوت کامل این قطعه رو داخل کانال تلگرامم گذاشتم و لینکش رو هم داخل دیسکریپشن گذاشتم، حتما برید نوت رو دانلود بکنید که برای اجرای آهنگ به مشکل بر نخورید. اگر دوست دارید که با آهنگ مرغ سحر هم بخونید و هم ریتم نوازی بکنید، من آموزش این آهنگ رو داخل چنلم گذاشتم، ویدیوشو هم برای شما اینجا میذارم، میتونید برید اونو نگاه بکنید و استفاده بکنید.
خسته نباشید.